وزارت حمل و نقل عراق از آغاز طرح خدمات رسانی زیارت اربعین از مناطق مرزی تا شهر مقدس کربلا خبر داد. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دفتر رسانه‌ای وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این وزارتخانه با مشارکت همه ادارات و تشکل‌های این زیر مجموعه طرح ویژه خدمات رسانی به زائران حسینی در ایام زیارت اربعین را آغاز کرده است. این بیانیه می با دستور وزیر حمل و نقل اتاق عملیات این وزارتخانه به ریاست معاون اداری و مشارکت مدیران کل وزارتخانه و مسئولان تشکلهای زیر به منظور آغاز اجرای طرح خدمات رسانی در ایام اربعین و تلاش برای ارائه بهترین خدمات به زایران امام حسین علیه السلام تشکیل شده است. دفتر رسانه ی وزارت حمل و نقل عراق در ادامه اظهار داشت زیر مجموعه ها و تشکل های این وزارت خانه بر اساس برنامه ای که با هماهنگی کمیته ویژه زیارت اربعین تدوین شده عملیات انتقال زائران را از گذرگاه های مرزی به شهر مقدس کربلا آغاز کردند. در ادامه این بیانیه آمده شرکت های حمل و نقل عمومی و مدیریت حمل و نقل خصوصی نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند و از گذرگاه های مرزی شلمچه چزابه، خسروی و مهران تحت نظارت اتاق عملیات وزارت حمل و نقل و ادارات استانی خدمت رسانی می نمایند. دفتر رسانه ی وزارت حمل و نقل عراق خاطر نشان کرد برای اجرای این طرح وسایل نقلیه ای از گذرگاه مرزی شلمچه به ایستگاه راهان و پایانه مسافربری بسره به منظور انتقال زائران به شهر مقدس کربلا در نظر گرفته است. در این طرح ویژه شرکت حمل و نقل عمومی پنجاه دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران در گذرگاه های مرزی اختصاص داده و 600 دستگاه اتوبوس و پنجاه اتوبوس ذخیره را برای فعالیت در محورهای مواصلاتی بر اساس نیاز آماده کرده است. همچنین شرکت راهن عراق در حال آماده سازی 16 قطار مدرن در محورهای بغداد کربلا، بصره کربلا، سوق شیوخ ناصری کربلا، دیوانی کربلا و اکس است. در این بیانیه در رابطه با فعالیت خطوط هوایی عراق در چارچوب این طرح ویژه آمده است فعالیت های ناوگان هوایی عراق نیز آغاز شده و فرودگاه های المللی بغداد و نجف همراه با 26 هواپیما برای تمامی کشورهایی که از آنجا زائران حسینی آزم عراق خواهند شد از جمله بحرین، کویت، بیروت، ایران، هند و پاکستان خدمت رسانی خود را آغاز کردند. و علاوه بر آن اتوبوس هایی برای انتقال زائران از مبادی ورودی فرودگاه های بین المللی بغداد و نجف به شهر مقدس کربلا در نظر گرفته شده است. در این طرح ویژه 130 دستگاه کامیون برای پشتیبانی لوجستیکی و پشتیبانی از زیر مجموعه های این وزارتخانه با هماهنگی کمیته ویژه زیارت اربعین مشارکت خواهند داشت. بر اساس این بیانیه، حازمال معاون امور اداری و رئیس اتاق عملیات وزارت حمل و نقل تأکید کرده. همه دستگاه های زیرفت برای اجرای برنامه های پیشبینی شده در ایام زیارت اربعین حسینی آمادگی کامل دارند. دفتر رسانه وزارت حمل و نقل ارا خاطر نشان کرد. وزیر حمل و نقل دستور تشکیل کمیته میدانی برای پیگیری اجرای های خدماتی توسط زیر مجموعه های این وزارت خانه را با هماهنگی دستگاه های زیر عبد به منظور ارائه بهترین خدمات به زائران حسینی داده است.